خداشو تمرین خوب بود، طراحی تمرین عالی بود، کادرمون عالی طراحی کرده بودن، خداشو همه چی خوب بود. آقا تیم جدید، فصل جدید چطور ارزیابی میکنی شرایط گلگوهر رو توی فصل جدید؟ خدا رو شکر شرایط خوبه و هدفی که داریم ایشالله که بتونیم رتبه خیلی خوب کسب کنیم این فصل دوم، مطمئن اتفاق خواهد افتاد ایشالله. فکر میکنی این تیم میتونه بمونه؟ حالا با بازیکنایی که جذب شد تیم تقویت شد، با حضور خود شما، چند تا بازیکنای دیگه مثل آقای منشا و چند تا بازیکن دیگه مثل آقای زنده روح که از ماشین سازی با شما اومدن. تیم که شرایط خوبی داشت، حالا کادر فنی تصمیم گرفت بازیکن اضافه شد، قطعا ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم کمک کنیم و مطمئن باشید تیم تو لیگ میمونه حتما. به امید خدا. آقای برزا شما چطور دیدی تمرین رو؟ خدا شکر تمرین خوبی بود، ما رو نقاط قوت و ضعف تراکتور داریم کار میکنیم، انشالله بتونیم نتیجه بازی به نفع خودمون پیش بریم انشالله. بازی آخر مساوی شدید، حالا اون چیزی که فکر میکردید اتفاق افتاد یا حالا واسه بازی های بعدی چه برنامه‌ای دارید؟ آره بازی قبل مساوی شد، ما موقعیت های زیادی داشتیم که میتونستیم راحت برنده بازی باشیم، ولی خب قسمت این بود و امتیازات تقسیم شد. ایشالله بیشتر کار میکنیم که بتونیم سه امتیاز بازی بعدی بگیریم ایشالله. درسته بخش هجومی های منشا اومده بیشتر رو گل میزنید، حالا یکم مشکلات گلگوهرتون این فصل اول این بود که موقعیت زیاد از دست میداد، میتونید این حالا نقیصه رو برطرف کنید این فصل دوم؟ بله 100%، تمرینات خیلی خوبی داشتیم، ایشالله هم منشا هم بازیکنای جدیدی که اومدن ایشالله بتونن موفق باشن. آقا در خدمت شما هستیم، حالا یه مقدار بازیکنای جدید اومدن، تیمو چطور ارزیابی میکنید؟ والا شرایط که خوبه، من فکر می‌کنم یه مقدار زمان به هر حال می‌بره برای اینکه بازیکن جدید بتونن با شرایط و تاکتیک تیم هماهنگ بشن، ولی من تمرینی که امروز از بچه‌ها دیدم خیلی خیلی با انگیزه بودن، بسیار امیدواریم برای این هفته مهم و بازی مهمی که با تراکتور داریم. درست الان بچه‌ها از نظر تاکتیکی بدنی آماده‌ان، یعنی اون چیزی که شما می‌خواید شدن؟ حالا بازیکنام چون 5 6 تا بازیکن به شاید 11 نفر اصلی شما اضافه شدن و تغییرات زیادی داشتید. من فکر می‌کنم تا 80% بازیکن‌های جدیدمون علاوه بدنی آمادن، علاوه تاکتیکی هم ان شاءالله فردا و پس فردا باز دو جلسه تمرین داریم، فکر می‌کنم شرایطمون تکمیل بشه. آقای پورقرامی شما شرایط تیمو چطور ارزیابی می‌کنید؟ بازیکن‌های جدید اضافه شدن، شما هم که با آقا مجید تجربه زیادی داشتید حالا تو این مدت، صحبت می‌کنید راجع به شرایط تیم؟ شرایط تیم بهتر شدن این فصل اول و من فکر می‌کنم به هماهنگی خوبیم رسیدیم. ما تو بازی قبلا حق ما برد بود، یه مقدار الان ما نگران داوری ها هستیم. این بازی یه گل سالم و خوب مردود اعلام کردن، بازی قبل و یه پنالتی 100% که میتونست هر کدومش میتونست 4 امتیاز 2 امتیاز از قبل، 2 امتیاز این بازی 4 امتیاز میتونست ما را از پایین جدول بکنیم. این اشتباهات داوری من نمیگم عمدیه، ولی خب به ضرر ماست. ما تیمی نیستیم که الان 30 یا 40 امتیاز داشته باشیم و نگران این مسائل داوری نباشیم. مسائل داوری خیلی مهمه. اگه این بازی قبل گل کاملا سالم بود و تو برنامه شبای فوتبالی هم تاییدش کردن، میتونه 3 امتیاز بازی مال ما باشه. ما بازی بسیار خوبی انجام دادیم. من فکر کنم بچه‌ها به هماهنگی خیلی سری، من خودم واسه من یه مقدار مردد بودم، ولی تو بازی که رفتیم بچه‌ها خیلی هماهنگ بودن. من فکر کنم تو این بازی هم بهتر از بازی قبل هستیم و مطمئنم که این بازی رو میتونیم برنده شیم. درسته تو خونه هم بازی دارید، بازی هم با تراکتور، حالا تیمم تراکتور هم شرایط خوبی نداره، حالا اون نتیجه که می‌خواستن نگرفتن. این بازی رو یعنی شما میرید واسه 3 امتیاز روش خونه خودتون؟ مطمئنم واسه 3 امتیاز بازی میریم. تراکتور سازی تیم بزرگیه و نتایج تو هفته های قبل نتایج خیلی خوبی هم گرفته. ما میریم این بازی رو ببریم، از هوادارهای خوبمون میخوایم که به عنوان یار 12 کمک کنن، به ما استادیوم رو پر کنن. من مطمئنم هوادارهای تراکتور سازی میان، هوادارهای سیرجان تشریف بیارن، استادیوم رو پر کنن که بتونیم از اون شکل هم فشار داشته باشیم روی تیم حریف. فقط من یه سوال فنی دیگه بپرسم، شما الان راضی هستید؟ میگم بازیکنهای جدید اضافه شدن به تیم، یه سری بازیکنها هم که قبلا بودن، اون نیازهای تاکتیکی یعنی اون بازی مهرهایی که میخواستید واسه نیازهای تاکتیکیتون الان اوکیه؟ همه چی طبق اون خواسته های شما پیش رفتون این فصل؟ خب ما اینجا از مدیریت باشگاه تشکر کنیم که زمان نقل انتقال تو نیم فصل دوم شما میدونید بسیار یار گرفتن بسیار سخت، تونستیم اون چیزایی که مد نظر ما رو ما بود جذب کنیم و من به آینده این تیم امیدوارم و شک نداریم که ما ان شاءالله به امید خدا میمونیم تو لیگ.